حال از محترم نور احمد خالدی، نویسنده، پژوهشگر، تاریخدان و رئیس افتخاری شورای همبستگی افغانای خارج از کشور احترامانه خواهش بکنم که سخنانشان را پیرامون علت ناکامی رفرم‌های آلحضرت امان الله خان بیان نمایید. بفرمایید خالدی صاحب. تشکر نوید جان. سلام عرض میکنم خدمت تمام حاضرین این مجلس، همچنان کسایی که از طریق فیسبوک میشنوانی برنامه ما را. ما چیزی که تایید کردیم با ارتباط مخالفت با نهضت امانی و رجوع به حاکمیت شرعیت میل نام گذاشتیم و قسمی که میبینیم در طول 100 سال گذشته این دایره شیطانی مبارزه میان علم و جهل همچنان ادامه دارد و متاسفانه امروز نوبت به جهل رسید. یک بار دیگه جهل پیروز شده، اما جهل پیروزیش بالای علم پدیده کوتاه عمر است، برای اینکه خلاف قوانین طبیعت و ناگزیر مجبور است شکست. به هیچ صورت ای ادامه پیدا کردن نمید، برای اینکه مطابق به نیازمندی های عصر ما نیست. پروگرام های به این خاطر ما یک بررسی ای که پروگرام های مدرنیتی دوری نهضت امانی چگونه به ناکامی انجامی و علل و عواملش چی بود و ارتباط از او با مسائلی که ما امروز رو بررسی چیست مهم است. ما این درک از این بسیار برای همه ما مهم است، مخصوصا برای جوانای ما مهم است. چرا افغانستان یگانه فکر میکنم یگانه کشور است در دنیا که از این دایره شیطانی نمیتونه خود خارج کنه؟ این باید در یک مرحله از این دایره شیطانی باید خارج شد و به زینه یا نردبان ترقی پای بانه و پیش بره. نمیشه که ما هر دفعه عقب بگیم. پروگرام های مدرنیتی دوری امانی با سی قیام ارتجایی شروع شد، با سی قیام ارتجایی مواجه شد. قیام 1924 ملای لنگ در جنوبی، قیام قوم شینوار در سال 1928 در مشرقی و قیام 1929 حبیب الله کرکانی مشهور و بچه سخاو در شمالی. تمام این شورش ها یک وجه مشترک داشتند: مخالفت با اقدامات اصلاحی و بازگشت به حاکمیت شریعت. در تمام این شورش ها شاه را کافر و منحرف از دین اسلام می دانستند. هیچ کدام جنبش طبقاتی، ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برتری جویی و حاکمیت قومی نبودند. هیچ کدام از جنبش. بعضی ها هستند که جنبش، بعضی جنبش ها مثلا از بچی سقه و یک جنبش طبقاتی می دانند. به هیچ صورت نبودند. یا این جنبش قومی میدانن، به هیچ صورت قومی نبود، فقط ارتجایی است. در صفوف آنها افراد وابسته به اقوام مختلف شرکت داشت و حامیان آنها را ملاها و رهبران عنعنوی مذهبی تشکیل میدن. بیشتر سران قبایل پشتون به اسم مبارزه با پادشاه کافر با حبیب الله تاجیک تبار همکاری کرده بود. در حالی که شورش های جنوبی و مشرقی سرکوب شدن، شورش حبیب الله کرکانی که از حمایت نزدیک رهبران عنعنوی مذهبی در شمالی و منجر فرقه نقشبندیه مستقر در شوربازار برخوردار بود، شوربازار کابل منظورم است، موفق گرد. اما الله خان از حکومت دست کشید و به قندهار رفت و با اون که در قندهار کوشید که اردو جمع کنه و دوباره برای کابل عمله کنه، اما در غزنی شکست خورد و مجبور به ترک کشور شد. شورش مردم شینوار به سرکردگی دو نفر به نام دو نفر خانو
به نام های محمد علم و محمد افضل آغاز کرد. نیروهای نظامی کابل با آن سو سبق شدن. وقتی کابل از قوتهای نظامی خالی گردی، آنگاه حبیب الله کلکانی و چیسقاو از سمت شمالی دست به اختشاش زد و با نیروهای خود بر کابل حمله کردن. مطابق کتاب فیض محمد کاتب به تاریخ 12 دسامبر 1928، وقتی که بچه سقاو بر کابل حمله کرد، محمد ولی خان وکیل مقام سلطنت و عبدالعزیز وزیر دفاع فقط 80 نفر از محافظان دیپای اسلحه را جمع کرده تا به مقابل 2000 نفر لشکر لجاری بچه سقاو مقابله کند، که با وجود آن 200 نفر ها را از بین بردن. و اگرچه لشکر لجاری بسیارشون با چوب و تبر مسلح بود. حضرت نورالمشایخ مجددی در پکتیا با چند هزار مرید مسلح خود امر مارش به استقامت غزنی و حمله علیه نیروهای نظامی امان الله خان را که به صاحب کابل در حال پیشی بودند داد. من یار عرض می کنم که ارتباط روحانیون برجسته و معروف مشخص شود، تثبیت شود با این قیام، با این قیام های ارتجای زده نوزت امانی. خب نیروهای ایزامی نورالمشایخ یعنی سلیمان خیلی ها در غزنی بر روی قوتهای تعرضی امان الله خان آتش کشودن و به دستیاری سبوتاش کنندگان داخل دربار اردوی شاه را از پیشروی به سوی کابل مانع شدن. تبلیغاتی را سازمان دادن که در نتیجه قوای وفادار به شاه امان الله خان پراگنده شد و خودش مجبور به عقب نشینی. عواقب شکست نهضت امانی چی بود؟ متعاقبان در طول 9 ماه حکومت حبیب الله کلکانی تمام پروگرام های اصلاحی امان الله خان متوقف شد. قانون اساسی و قانون جزا لغو گردید. مکاتب مسدود شدند. اصلاحات مالیاتی و اصلاحات در ساحات قضایی متوقف کردید و پروگرام های ساختمانی لغو شدند. کشور دوباره به اصول بنیادگرایی و حاکمیت شریعت با تفسیر شاگردان مدرسه های دیوبندی واقعی در هندوستان برگشت. بی جهت نبود که امان الله خان با اعزام طالبان افغان را به این مدرسه ها لغو کرده. این به خاطر بیاریم که امان الله خان اعزام طلاب افغانی را به مدرسه های دیوبندی در هندوستان لغو کرد. و از ورود ملاهای درس خوانده در این مدرسه ها جلوگیری میکرد. در زمان خود دولت حبیب الله کلکانی که در آغاز مالیات قانونی را نیز بخشیده بود، بعدها مالیات چند برابر از مردم میگرفت. راه های تجارتی با خارج از افغانستان بسته شده بود و اوضاع اقتصادی به شهر زمان دیگری رو به خرابی میرفت. هزاره های افغانستان نیز به علت لغو آیین بردگی یا غلامی از سوی امان الله خان با او وفادار مانده بودند و با مخالفت با حکومت حبیب الله کلکانی پرداخت. با آنکه بچه سقاو با حمایت وسیع روحانیون من جمله فرقه نقشبندی و خانواده مجددی نورالمشایخ و شمس المشایخ به قدرت رسید، اما بیش از 9 ماه نتوانست در قدرت باقی بود و توسط محمد نادر خان و برادران او با حمایت اقوام سرحدی و اقوام جنوبی و سایر اقوام پشتون سقوط کرد. و نادرخان به تاریخ 15 اکتبر 1929 توسط سرانی نقان به عنوان پادشاه اعلان کرد. شاید جای تعجب باشد که با وجود حمایت روحانیون از حکومت حبیب الله کلکانی، چرا حکومت او بیش از 9 ماه نتوانست در قدرت بود. 2 عامل مهم در سقوط حکومت حبیب الله کلکانی دخیل بود. عکس العمل اقوام پشتو برای احیای دوباره زعامت عنعنوی ارستوکراسی دولت افغانستان و تغییر موقف خانواده مجددی در کابل. در حالی که مخالفت با برنامه های تجدد طلبی بعضی اقوام پشتون را ترغیب به قیام نمود، اما نمیتوان انتظار داشت. تمام اقوام پشتون با مدت طولانی آرام نشسته شاهد از دست رفتن زعامت قدرت دولتی از ارستوکراسی دورانی بارگزاری باشد.
بنابراین با مجرد که یک اریستوکرات صاحب نام در این مورد جنرال محمد نادر خان برگزایی وارد صحنه گردید، تمام اقوام دو طرف خط جویران با او همکاری کرده، او را به سلطنت رسانده. علاوه بر آن زمانی که خانواده بانفوذ مجددی مستقر در کابل که با اشرافیت دولتی عنانوی افغانستان روابط بسیار نزدیک داشت، یعنی در زمان پدر امان‌الله خان و در زمان پدر کلان از او حبیب الله خان و عبدالرحمن خان که ارتباط نزدیک داشتن، متوجه شدن که انارشی حاکم در دوران حکومت عبدالله کلانی زامه منابع انزیا نیست. از وقتی هم متوجه شدن که ای یا نمیتونن بالای خانواده سلطنتی برای حفظ منافع خود حساب کنن، از حمایت از عبدالله کلانی رو گردان شدن. با قول مارشال شاوری خان در کتاب یادداشت‌های من، در جریان تدارکات حمله بر کابل، نورالمشایخ مجددی به دیدار او در ارگون رفت و همچنان به دیدار نادرخان در پکتیا رفتند. عوامل شکست نهضت امانی. بسیاری ها علت سقوط نهضت امانی را کاملا بسته به دسایس استعمارگران انگلیسی می دانند. انداختن گناه تمام بدبختی های یک کشور و گردن خارجی ها در میان یک تعداد زیادی از نویسندگان افغان و سایر کشورها ایرو و انکشاف به یک انانه اما بدل شد. با او افرت خوانده می شود که انگلیس ها عبدالرحمن خان را آوردند، انگلیس ها امان خان را ساقط کردند، انگلیس ها نادر خان را به قدرت رساندند، شوروی ها در کودتای داوود خان دست داشتند، شوروی ها کودتای هفتم سبت را در حریزی کردند، پیلوت های روسی بر ارگ حمله کردند، امریکایی ها طالبان و داعش را ایجاد کردند و غیر از این. در بسیاری از نوشته ها به حد مشمعز کننده این گونه برداشت ها و برجسته کردن آنها به عنوان عوامل تعیین کننده ای حوادث داخلی تکرار می گردند. به یقین که در تأکید این گونه برداشت ها ما افغان ها تنها نیستیم. دیگران بخصوص ایرانی ها نیز دست کمی از ما ندارند. در این هیچ جای شک نیست که استعمار و امپریالیزم در امور ممالک رو به انکشاف همیشه مداخله می کند و در بیانات فوق نیز شمعی های زیادی از حقایق نفته. تا 100 سال قبل استعمار کهن با توجه بر منافع استعماری خود در تقابل با بنیادگرایی مذهبی از روش دوگانه مقابله و حمایت کار می گرفت. از یک طرف با مدرسه های دیوبندی در نزستان مخالفت میکردند، اما از روحانیون وابسته با همون مکاتب به فکری با جنبش های ترقی خوانه در افغانستان مخالفت میکرد. نیسای کاشند. اما انداختن گناه تمام بدبختی های یک کشور بگردن خارجی ها پندار ساده لوحانه و دوگم بوده و عوامل محرک ها و دینامیزم داخلی و وقایع را نادیده گرفته و کمرنگ جلوه میده. در رابطه با عوامل شکست نهضت ترقی خوانی امان‌الله خان نیز تاکید بر همچون برداشت ها عوامل عینی داخلی را کمرنگ می سازد، سبب انحراف فکری می شه و در نهایت خوب متکی به خودفریبی می گردد. واقعیت آن است که متاسفانه مغالطه و اختلاط و در هم آمیختن مفاهیم اهداف تجدد طلبی یا مدرنیزم دوری امانی با وسترنیزم یا غرب زدگی و شتاب زدگی در تطبیق برنامه ها در کنار دسایس آشکار و پنهان استعمار گران انگلیسی که پیشرفت یک افغانستان مستقل را خطر برای ادامه تسلط استعماری خود در هند می دانستند، عوامل شکست نهضت ترقی خوانی امان‌الله خان را فراهم کرد. کشور ژاپن دست به تجدد طلبی وسیع زد بدون این که مظاهر غرب زدگی را در جامعه عنعنوی خود معرفی کند. از این جهت پیروز شد. در حالی که برنامه های تجدد طلبی در ترکیه با موفقیت مورد تطبیق قرار گرفتند، آنچه را امان‌الله خان و همکاران او نتوانستند تشخیص دهند، برای اینکه امان‌الله خان خانمش از ترکیه آمده بود و از سوریه و همچنان مامون ترزی به خاطر
ما میخواهیم این موضوع رو یادآوری کنم که آنچه را امان الله خان و همکاران او نتوانستن تشخیص نمایند این بود که در ترکیه تحولات اجتماعی سابقه داشته و طبقه متوسط از یک توانمندی معین برخوردار بود. همین طوری که اردوی منظم در اختیار دولت ترکیه قرار داشت، در حالی که شام الله خان نه یک طبقه پرتوان شهری و نه یک اردوی نیرومند را در کنار خود. یک مثال از وقایع عینی آن زمان را که نمونه آن از که نمونه از درک نادرست مفاهیم و اهداف تجدد طلبی مدرنیزم می دوره امانی با وسترنیزم یا غرب زدگی است، از قول فیض محمد کاتب در کتاب تذکر الانقلاب چنین می خوانیم. بین قوس ما از خود چی ده می خوانم کلمات کاتبه. او گفته که احمد علی خان رئیس بلدی شهر کابل اهالی شهر را از قوی و ضعیف و وزی و شریف و دکماندار و حفروار بازار و ذکور و اوناس عرصه دو هفته در زیر انواع فشار و انزجار پوشیدن لباس رسمی و کلاه شپوی اروپایی و غیره و غیره آورده، عموم را دست دعا به درگاه کبریا برداشتن و زوال سلطنت امیر امان الله خان را از او تعالی خواستند. شنیدم. جای تعجب نیست که در چنین حالت که فرهنگ عنعنوی عوام طرف تحقیق قرار میگیرد، روحانیون بنیادگرا فرصت میابند تا علیه اصلاحات امانی وارد میدان شده و با تحریک اذهان مردم اختشاشات پراگنده و بعدا سرتاسری را با وجود آورد. با یقین که عمال استعمار انگلیس نیز همچون شرایط استفاده سو نموده و با آتش زدن میان مردم یا با آتش زدن طغیان مردم هیزم میریخت. حکومت نوماهه حبیب الله کنکانی با آنکه یک دوره کوتاه اختلال در مسیر طبیعی زعامت عنعنوی دولت افغانستان محسوب میگردید، اما موجودیت یک زیربنای گسترده بنیادگرایان را در افغانستان برملا کرد. این مهم است ما یار بفهمیم بچه سقو از حمایت ملاها در شمال و سایر نقاط کشور و بخصوص در مناطق تحت نفوذ فرقه نقشبندیه برخوردار. همچنین ابراهیم بیگ رهبر جنبش باسمچی آسیای مرکزی به افغانستان در زمان فراری شد و او از قیام بچه سقو حمایت کرد. پیری تگاو که بچه سقو را به عنوان امیر حبیب الله خادم دین رسول الله اعلان نمود، به سیر سید جان پاچا بود که خود در سال 1919 نصر الله خان کاکای امان الله خان را در جلال آباد پاچا اعلان کرد. بچه سقاو خودش مرید شمس الحق مجددی پیر گلبار بود. ورود او به کابل مورد تایید خانواده مجددی مقیم شوربازار قرار گرفت. بنیادگران مذهبی کسی را می‌خواستند بر تخت سلطنت کابل ببینن که حاکمیت شریعت را دوباره احیا نماید و تمام اصلاحات امان الله خان را لغو نماید. حمایت عامه از قیام بچه سقاو دلایل فرهنگی داشت. به این اساس که می‌گویم این قیام هرگز سیاسی، این قیام هرگز طبقاتی، این قیام هرگز ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد برتری جویی و حاکمیت قومی نبود. حوادث در 100 سال اخیر در افغانستان تسلسل مبارزه میان خوب و بد و زشت و طور واضح مشهود از روز استقلال در سال 1919 تا امروز، مبارزه میان جنگسالاران و زورگویان محلی و حکومت مرکزی و همچنان مبارزه میان عناصر بنیادگرای عنعنوی برهبری روحانیون و نیروهای ترقی خواه که آرزومند پیشرفت کشور در قطار کشورهای پیشرفته دنیا می باشند همچنان جریان دارد. شباهت مسائل و عوامل شکست نهضت امانی با مسائل و عوامل ارتجاع امروزی
که در مقابل توسعه دموکراسی، حقوق اساسی مدنی مردم، توسعه حقوق بشر من جمله حق تعلیم و تربیت و حقوق و آزادی های ابتدایی فردی مانند مساوات در برابر قانون، پوشیدن لباس، کار و اشتغال هنوز هم با همان شدت به 100 سال قبل خود باقی. حتی نسل های امروزی افراد در همون نقش های متخاصم پدران و پدرکلان های خود قرار دارند. به طور مثال اگر نزدیک به 100 سال قبل خلیل الله خلیلی به حمایت اسدی بولای کلکنی در کنار او قرار گرفت، پسر او امروز در کنار شورای نظار قرار. امروز هم اشخاصی هستند که برای ادامه سلطه مافیای جهادی فرد مجاهد را برتر از سایر افراد جامعه میپندارند. این واضح سیاف گفتم. امتیازات بیشتر برای آنها تقاضا و میخواد. این تنها طالبان نیستند که مخالف مظاهر فرهنگ متداول امروزی در جهانند و جز از شریعت هیچ قانون دیگری را برسمت نمیشه، بلکه هستند باندهای از مجاهدین سابق که در شهرها اطراف و اکناف کشور در مخالفت با مظاهر تمدن و فرهنگ متداول امروزی محاکم صحرایی برپا کرده فرمان به سنگسار مردم میدهند، مانند آن است که زمان در افغانستان منجمد شده. به نظر من هیچ فرقی میان اسماعیل خان و طالبا وجود دارد. هیچ فرقی میان سیاف و طالبا وجود دارد. هیچ فرقی میان گلبدین و طالبا وجود دارد. این ناگزیر ما وقتی این اشخاص در زعامت میبینیم، ما این خودش نشان میده ضعف ساختمان سیاسی ما. در طول 100 سال گذشته عناصر متعدد مذهبی در مخالفت با ترقی خواهی یا مدرنیزم قرار گرفتند، شامل بنیادگرایان، اسلامگرایان و اخیراً گروه های وهابی و تکفیری می باشند. کسانی که با نهضت امانی مخالفت کردند در دهه دموکراسی 1964-1973 میلادی با آزادی های فردی و اجتماعی سر مخالفت بشدند. در این دوران تیزاب پاشیدن ها برای دختران مکاتب رواج یافت و عامل شهادت عبدالرحمن در لغمان، عبدالقادر در هرات و سعید آل سخندان در پاندن کابل کرد. قاتل های زیاد در بین رهبرهای ماستن بودن. اسلامگرایان متعاقبند بر مبنای فتوای به خطر افتیدن دین اسلام در مقابل جمهوری داود خان بغاوت کرد. سال 1975 با اعزام گروپ های مسلح خرابکار از پاکستان اقدام کردند که ترور علی احمد خرم وزیر پلان در کابل و شورش پنجشیر را میتوان از آنها نام که در او احمد شاه مسعود است و کسی که علی احمد خرم کشت در وزارت پلان که من همون روز در دفتر بودم در وزارت پلان، یک کسی بود که از گلبین حکمتیار رو بودم. او شخص خودش هم موشه اقلال وقتی گرفتن. بر همین تسلسل کسانی که با نهضت امانی مخالفت کردند در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی حیات دوباره یافته با عنوان تنظیم‌های جهادی بنیادگرا و اسلامگرا در صفوف قیام‌های مردمی رخنه کرده رهبری مقاومت مردم را در برابر حکومت‌های خودکامه کودتای هفتم ثور گرفته هزاران مکتب را ویران کردند و آتش زدند و هزاران معلم و متعلم بیگناه را به شهادت رسوندند. متأسفانه امروز بعد از گذشت 28 سال از ایجاد طالبا و 20 سال از سقوط دولت طالبا و سپردن زمام امور افغانستان به گروه های جهادی، بنیادگرا و اسلامگرا، ذهنیت افرادگرایی، تکفیری، مجاهد پرور در نصاب درسی مضامین دینی سیستم تعلیم و تربیه کشور داخل شده و تراوشات چنین ذهنیت مخرب از پشت تریبونای مهم از طریق رسانه های ملی در جامعه منتشر میگردد. به همین ترتیب سادات صاحب، میر عبدالواحد سادات یک نوشتی داره که من اونجا یاد چیز میکنم، از او یک نقل قول میکنم. می نویسن که ذهنیت تکفیری مخالفان را
کافر خوانده و برای مشروعیت فتوای خیش به آیات و احادیث استناد می‌نمود. این ذهنیت در طول تاریخ و از جمله در 100 سال اخیر با الهام از مدرسه دیوبند و اشکال مختلف تا کنون در جدل تاریخی علم و جهل و بعد از شمس النهار که تجدد و تقابل را با سیاست مطرح ساخت، پی جنبش های مشروطیت اول و دوم و نوزت امانی و لاتی خواندن شام الله و تا کنون از جهل پاسداری و برای بغاوت زمینه سازی نموده است. در 9 سپتامبر در خیمه لوی جرگه اعلان این که این گونه ذهنیت به گونه دیگر توسط یکی از بلندگویان ارشد این تفکر بنگل تا جایی که شکست خورده و تاریخ تیر شده ارستوکراسی جهاد و سیطره تسلط مافیایی آنان تحکیم یابد. با صاف ساده شهروندان کشور به درجه 1 و ثانوی تقسیم و اعلام گردید که مجاهد برتر و با دیگران مساوی نمی باشد و منکر آن کافر بن الله است. در این مقاله است که سادات سم نشته بود، عنوانش بود سادات ذهنیت تکفیری و تداوم کشتار سلاخی ارزشهای مدنی و در سایت اینترنتی هست. ما می بینیم که در هرات ملا نامش چیست؟ در میر ملای گازگاه همین تبلیغا را با بسیار وضاحت از پشت تریبیون بزرگترین تریبیون مذهبی در هرات انجام می ده. مسجد گازگاه و گازگاه در هرات بسیار مهم است، یک مرجع مذهبی بالا. طالبان و داعشانی افراد خود را مجاهد و عملیات خود را جهاد می نمید. امروز مبارزه با طاعون طالب و داعش نباید منحصر و دفاع مسلحانه در برابر تجاوزات آنها و حملات مسلحانه برای نابودی آنها. بنابراین مبارزه با ذهنیت جهادی طالبانی و ذهنیت تکفیری داعشی که بر مبنای آنها تروریست در مدارس پاکستان و افغانستان تولید نگردد باید در صدر پلانهای کاری ترقی خواهان قرار داشته. اما متاسفانه با گرفتن قدرت توسط طالبان در این چند روز گذشته این موضوع از کاملا غیر عملی پنداشته میشه و برعکس ما سنتی ارتجار قوی تر در مدارس و پانتونا خواد دیدیم که یا حدود تحصیلات چقدر تحت تاثیر قرار میدن و چقدر از داشته های ذهنی خود داخل چیز مدارس مکاتب و پانتونا خود کردن. نصاب درسی مکاتب چقدر تغییر خواهد کرد؟ این خطر بسیار بزرگ قرار داد. یک مثال دیگر فراموش نکنیم که در این سالهای جنگ افغانستان تقریبا 40,000 ده وجود داره در افغانستان و در این 40,000 ده در اختیار طالبان بود متاسفانه در این 8-9 ساله بودشت. درست است که شاید مراکز ولسوالی ها در دست دولت بده باشه و مراکز شهری و اما دهات در و از این 40,000 ده تمام افراد تحصیل کرده، کسایی که کارهای دولتی انجام داده بودن، صاحب منصب بودن، پلیس بودن، در انجینیر بودن، استاد بودن، دکتر بودن، برآمده بودن. ادهات ما در 8-9 سال گذشته چیز شده بود. از این مردم با دانش، کسایی که تحصیل کرده بودن، خالی شده. بنابراین کسایی که مانده بودن ناگزیر از طرف طالبان استخدام میشد و با بسیار سادگی وقتی چون یه مکتب نبود اونجا دانش تبلیغ نمیشد و بسیار سادگی زیر تأثیر تبلیغات مذهبی طالبا قرار میگیرد. همان طوری که تا 100 سال قبل استعمار کهن در تقابل با بنیادگرایی مذهبی از روش دوگانه مقابله و حمایت کار میگرفتن، امروز نیز استعمار نوین غربی با روش امپریالیستی خود مطابق منافع روز و منافع در مدت استراتژیک خود به مقابله و یا حمایت
از افرادگرایی میپرد و در رشد و اشاعه تروریسم افرادگرایی مذهبی نقش مهمی داشته و با سرنوشت ملت ها من جمله سرنوشت ملت ما با یک بازی بزرگ استعماری نوین مشغولند. همین امروز معاون وزیر خارجه امریکا اعلان کرد در مقابل سخنهای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که گفته بود که من تصمیم دارم دوباره افغانستان برم، فورا هیچ وقت ضایع نکرد و سرعت اعلان کرد که امریکا دوباره از اشرف غنی حمایت نخواهد. با این سخنها ما با ارزیابی 100 سال گذشته افغانستان این مبارزه میان علم جهل و اینجا با پایان میدم و ما این در صفحه فیسبوک خود در گذاشتیم، اگر دوستا خواسته باشن بخونن یا متنش کپی کنن میتونن به او مراجعه. تشکر از توجه همه.